میشد پیرمرد میرفت موقع نماز، دقیقا موقع نماز که الله اکبر میگفت پیرمرد میرفت. بعد بعض وقتی که استخاره میگرفتن مثلا شما گفتن آج آقا استخاره بگیر، خب استخاره میگرفتی مثلا یک ست تون دو ست تون چه میدادی؟ خب میگفتی به نخر حب استخاره. بعد که استخاره تمام شد خلاصه همین موقع نماز که میشد یک کتاب قرآن میبست میذاشت یک گوشه هم میرفت بیرون. بعد که نماز تمام شد نماز حرم دوباره میدونم سرکلزی پیدا شد آدم عصای چوبی خیلی پیدا شد و خلاصه همجا میشه دوباره استخاره هم کرد. ما هم میشد تا چند وقتی سال بودم بابا یه عجب آدم خجالت هم نمکشه قدی ریش سفید قدی احماما قدی تشکیلات و موقع نماز بیرون مورن نه نماز نمیخوانن موقعی که نماز تمام میشه می داخل. و جالبی بود که ما که وقتی که از همون مسجد میاد از حرم میمانیم بیرون میدیم که یه دمانجا داروی سکون نشسته داروی صندلی نشسته که وقتی کامل نماز تمام شد میرفت داخل. ما دیگه تقریبا شک کرده بودم در من پنجا پنجا بیشتر که بودم این سال اصلا نماز هم کنن گذرم عجب ملای آخوند این محال از رو باید بگیرم حقیقرش بودم میده اینجا استخاره میکنن مردم بشار در چی اعتقاد میره پیش از این خلاصه یک شد دوستان سطحیم دردم آدم کنشگاه مثل از ما خلاصه کار دست خودش بوده خلاصه یک شد گفتم من باید بفهم بو فهم کردم چرا میشه موقع نماز کشید دیدم ای عواشه هاش اما قرآن رو جمع کرد گذاشت کنار رو آرام آرام قدم اصلا رفت بود ما هم دنبال از رفت میکنم آخو دیدیم هم تو نم نم خوب پیرمد یواش را بود آیستر را بود خوهرم در رو هنوز اذان موقع بیره خواهی رفت بیرون بیرون همونشو که از حرم رفت بیرون بیره که از کوچه های خیلی تنگ رفت یک کوچه های تنگ قدیمی خلاصه رفت اونجا و اونجا یک خانه خیلی قدیمی رفت داخل خانه ما هم رفتیم داخل خانه دیدم که اونجا هرچی نگاه کردن دیدیم پیرمردای پیرمردای از کار افتاده و خیلی ضعیف و اینا خلاصه این هم رفت اونجا ما رفت اونجا تا او خود نمیفهم که ما رو تعقیب میکنه دیدم بعد چند دقیقه یک آخوندی اومد یک بنده خدای سید اومد سر آقای مرش نجفی اما جماعت خلاصه استاد شد در نماز آقا ما قشنگ تان گرفتیم نماز از ماشاءالله نماز فکر کنم کروز بود دیگه مشای کروز که میگه همه تو تیز نماز خوان که باور کن در چند لحظه که ما چشم خوابم زدم دیدم دوست نماز چیه تمام شد نماز تمام شد بعد نماز خداحافظی میکرد منتها در حال خداحافظی دیست جیب خود میکرد پیسه ای که از اونجا به دست آورده بود مثل که تقسیم کرده بود قرار کنم از این پیرمرد که خداحافظی میکرد اما پیسه رو دست چه میداد و خدمت شما شد مرفت قدیگه خداحافظی میکرد بعد که من آمدم در خود خود حساب کتاب کنیم گفتم بابا ما کجا رو فکر میکردیم هیچ کار میکردم ای بنده خدا چقدر کاری مثلا ثواب انجام داده اول که مثلا مرتون جس کارم کرد که بار جمع کرد نه در خود خود این آدمای محروم بیچاره بعد می اومد دیدم اینجا که آقایی که دنج نماز میخونه چون میده فهمید هر پیرمرد نماز تون میخونه چون حکم اینا میگه که وقتی کسایی پیرمرد نماز آیسته نماز بخونه نماز تون بخونه دیگه اما سر مستحبی شو بزن کنار هم نماز خدا جماعت میخونه هم پولی که از این به دست میاد میاد به آدمای بیچاره و مسکین دنج میده پس چقدر کار خوبی انجام میده چقدر کار خوب متامت چیه من متاسفانه قد معادلات از خود حساب کرده بودم اون تا ایده کجا رسیده بود مال کجا رسیده بود و اینمی از حقیقتش یعنی خیلی زیباست که انسان یک کار خوب کنه فقط به خاطر خدا هیچ کسان با خبر نشد این خیلی زیباست ولی به شرط که انسان ارزشش چیه درک کنه ارزشش رو بفهمه دیگه انشالله با امید خدا همه ما و شما از همون کسایی باشیم خدا انشالله هم در باطن از ما و شما راضی باشه هم در ظاهر راضی باشه انشاءالله که هر کسی مثل ما گناهکار روسیه رو خداوند به آبروی حضرت پیامبر اکرم به آبروی امام حسین همه و کسایی که در راه خدا جان خدا را دست دادن انشاءالله از گناه از ما در گذارن دل هر کسی من ناشاد کردم از خدا انشاءالله دلش امشب از ما شاد کنه به امید فرارگیری یا خدا دوستان دیگه خواهشم که از همه شما دارید که ما را حلال کنه اگر گای بعد به شما زدم اگر حرف بعدی زدم آسیب بزرگوار چرخش ما از خود خاصیت کردم و بقیه دوستان علی آقای عزیز خلاص هر کدوم دوستان که دست از ما ازش شدن ما حقیقتش حلالیت از شما ایشون میطلبم و ان شاءالله از خدا میخوام که همه ما و شما را هم در دنیا هم در آخرت در سر سفره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شه ان شاءالله مهمان کنه با امید خدا دیگه دوستان بیشتر از این حرف برای شما ندارم حقیقتش اینجا جای از ما نیست جای کسایی که الحمدلله علم و ادب و اخلاق و رفتارشون آگاهیش از ما بیشتر ولی خوب نخره چون عقل شما هست ما را اینجا نشستیم دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و اگر خدا قبول کنه شما یک روزه این بخونم بعد همه شما انشاءالله چه به خدای بزرگ مسلمان یک نکته فقط شما داد در مورد کلمه یا علی بود یک نکته جامان داد دوستان نیا کنید بیشتر موقع یک کاری که ما خود شما انجام دادیم نمیم یا علی خوب سعی کنم نام کنم شروع بعد این یک اشتباهی شده که متاسفانه برداشت ها از متفاوته مثل یک نفر که نظم میکنه میگه نظم میکنه به خاطر چی؟ به خاطر کار کن نظم میکنه به خاطر چی؟ آقا کن نظم میکنه به خاطر کار کن نظم به خاطر خدای یعنی نظم به خاطر قربتن الله نزدیکی به خدا ولی ثوابش ثواب اون نظمش برسه به روی مثلا چی؟ کاکایم که شهید شده برسه به روی پدرم که از زحمت خدا رفته دور از زحمت ما و شما
مثلا ثوابش برسه به مریضی که نیاز به چی داره؟ نیاز به علاج داره. پس نز هر نزی که انسان بگردن بگیری از نزیسته او به خاطر چیه؟ به خاطر خدایه، ایش شما نشه. حالا او آدم های عوام و آدم هایی که بندگان خدا، خب همجور میگه آقا نز جیتون برای امام حسین. نه، نز برای امام حسین نیست. نز به کی میرسه؟ نز به خدا میرسه. نز برای خدا هم داره. حالا ثوابش به روی کی؟ به روی امام حسین. او درسته. پس انشاءالله ما و شما که فهمیدیم نز چجوری جنبه میشه، میگیم آقا نز قربت الله ثوابش آقا در این جهت، چون خدا تو قرآن نوشته شما تو قربانی میکنید که گوشش که دما نمیرسه، خونش که دما نمیرسه، ولیکن تقوایش دما میرسه، خدا ترسیش دما میرسه، دلپاکیش دما چی میرسه. حالا این یا علی یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم سوره قرآن آیت الکرسی همه شما ولید آیه 255 سوره بقره. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنتم. ما این اول گفتم بخاطر آخرش. علی اسم خدایا، خداوند هزار تا اسم داره، خداوند هزار تا اسم داره. تا اونجا که من اطلاع دارم تجد تو قرآن است ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، برای الله اسامی بسیار زیبای خداوند به او اسامی صدا بزنید، مثل یا ارحمن الرحیم. ارحمن الرحیم که نام خدایه. وقتی هم که من میگم یا علی، شخص منظور از ما امیرالمومنین خلیفه پیامبر خلیفه چهارم مورد قبول همه، او منظور نیست یا علی، منظور اسم خود خداوند است، عزیز پدر. چون لا حول ولا قوت الا بالله العظیم، هیچ قوه‌ای و هیچ قدرتی از قدرت خداوند بالاتر نیست. حضرت امیرالمومنین اگر در روز جنگ خیبر، اگر در جنگ خندق، اگر در هر جا که رزمایش آفریده دلاور کرده، به امر خداوند اون نیرو در بدنش چیه؟ خداوند جای داده. اگر هر کسی هم که بر دشمن غالب شده، خداوند اون نیرو رو در بدن چیه؟ جاری کرده. پس ما و شما که میگیم یا علی، اشتباه نشه که خیلی دوستان اشتباه میکنن. یا علی، علی اسم خدایه، یعنی بلند مرتبه. ای خداوند بلند مرتبه، کمک میکن. از جا میخواد بلندش میگه یا علی، وزنه میخواد بلند کنه میگه یا علی. ای حسین رضا زاده بنده خدا یک چند وقت وزنه بلند میکرد، اینجاش شد یا اول فصل، بعدم این فدراسیون وزنه‌برداری گفته بود آقا این حقیقتش هر دفعه با این لباس هم همه وزنه رو بلند کرده، دیگه این لباس تنش نباشه، بودن توی لباس یه اسرالیه. بابا این صحبت ها چه نیست بود؟